إلا بالله العلي العظيم، تعجل بر فرج آقا امام الزمان صلوات عنایت بفرمایین که اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بفضلك وجودك احسانك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للمشركين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأفضل السفراء المقربين، حبيبنا حبيب إله العالمين، أبو القاسم مصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنه الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين. فبعد، قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اجمع صلوات اولا سلامتی شما عزیزان را از پیشگاه خداوندی تبارک و تعالی خواسته و خواهانم. ثانیا عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان اهل مجلس. ثالثا اجازه می خواهم با چند دقایق خیلی کوتاه و مختصر که وقتی گرانبهای شما عزیزان و اساتید و استادان بزرگوار را می گیرم، در آخر از همه شما عزیزان التماس دعا و برکت صلوات بلند عنایت بفرمایید. موضوعی را که در نظر گرفتم، در روز قیامت آیا چه چیزی را از انسان سوال می کند؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سلم منقول است، وقتی که قیامت برپا می شود، چهار چیز از انسان سوال می شود. انسان قدم از قدم بر ندارد، چهار چیز سوال می شود. اول از عمر انسان سوال می شود. از عمر انسان کلی، سر تا سر عمر انسان، که آیا این عمر گرانبها را خداوند تبارک و تعالی در دنیا برای شما داده است، شما در کجا این عمر گرانبهای خود را صرف کردین و مصرف کردین؟ مثل یک لباسی که بر تن میکنیم، یواش یواش این کهنه می شود، فرسوده می شود. می گوید این عمر گرانبهایی که من برای شما دادم، در کجا ذره ذره این را کهنه کردیم؟ باید جواب این سوال را داشته باشیم، اگر نداشته باشیم وای بر احوال ما. سوال دوم که از انسان می شود، از یک بخش خصوصی عمر انسان سوال می شود، که اینجا خیلی نظر شده به این بخش خصوصی عمر انسان. این خیلی مهم است. اون جوانی انسان است که در جوانی انسان میتواند تمام کارها را انجام بدهد. اگر عبادت خدا کند، هم شب و روز خسته نمی شود. اون وقتی که انسان طفل است یا پیرمرد می شود که توانایی کار را نمیتواند که همه ای کار را انجام بدهد. انسان در جوانی میتواند تمام کارها را انجام بدهد، اگر عبادت خدا کند. صد خدای ناکرده در راه های زشت و ناپسند بیرود، هم جوان از قوتشان را دارد. اینجا هم باید جواب سوال را درست داشته باشیم در روز قیامت. سوال سوم که از انسان میشود، از کسب و کار انسان سوال می شود. آیا اونقدر مالی که خدا در دنیا
برای شما داده است کم یا زیاد، این را از کجا به دست آوردین؟ به کجا مصرف کردین؟ در حقیقت اگر خوب دقت کنیم، این خودش دو سوال است: از کجا به دست آوردی، به کجا مصرف کردی؟ حتی از راه حلال هم به دست بیاوری، مصرف کردنشان را سوال میکند در کدام راه مصرف کردی؟ در راه هایی که خداوند تبارک و تعالی امر به معروف و نهی از منکر کرده مصرف کردی، یا نه اینکه صد خدای ناکرده در راه های زشت ناپسند مصرف کردی؟ جواب این را هم باید داشته باشیم در روز قیامت. سوال چهارم این است که از حب اهل بیت سوال میکند. این خیلی کارساز است در روز قیامت، صد خدای ناکرده اگر دستمان از اهل بیت من کوتاه بشود دیگر کارمون تمام است. از حب اهل بیت، از عشق اهل بیت، آیا در دنیا در قلب خود جا دادی یا نه؟ اگر عشق و محبت اهل بیت من را در قلب من جا دادیم، اون وقت انشاءالله که سربلند و معیب هستیم. اگر نداشته باشیم، فقط لغلغه زبان بوده باشد، عمل نکرده باشیم، وی بر احوال ما. یک دوستان را خدمت شما عزیزان عرض کنم. دوستان این است که یک شخصی، یک امور دولتی در منصب دولتی داشتن، شب در خواب میبیند که فاطمه زهرا سلام الله علیها دستور میدهد ای شخص برو فلان شخص بنده خدا در زندان است، اون را از قید زندان خلاص کنید. این شخص فردا میگوید خدایا این مرد کی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها ما را دستور داده است؟ فردا میرود همون نام و نشانی، همون اسمی که گفته بود، میرود در بایگانی زندانبان، پرونده این شخص را پیدا میکند. وقتی که پیدا میکند، میبیند همون چیزی که دستور داده بود فاطمه زهرا سلام الله علیها، همون را پیدا میکند، میبرد در زندان. وقتی که در زندان میرود همون شخص را صدا میزند ای شخص بیا نزدیک من. اول که این شخص هیچ سر بلند نمی کند، با اصرار این مرد میگه بیا من میخواهم شما را کمک کنم. وقتی که این شخص میآید میگوید شما چیکار کردین که در زندان افتادین؟ این شخص میگوید من نه پدر داشتم نه مادر داشتم، همه روزی خود را با دزدی، با رفقای ناحل پیدا میکردم، کار من همین بود که من در این روز گرفتار شدم. میگوید ما چند تا رفیق ناحل داشتم، روزی در شهر به عنوان مسافرکشی یک دختری را به عنوان مسافرکشی سوار موتر کردیم، اما هدف ما دیگه چیز بود. وقتی که این دختر را در بیابان بردیم، این دختر وقتی که خود را در چنگال ما دید، دیگر راه فرار نبود، این دختر روی خود را به ما کرد. آی جوان، من دختر یک علوی هستم، تو را قسم میدم به مادرم فاطمه زهرا، دامنی مرا به گناه آلوده مکنید. این جوان میگوید یک دفعه قلب من تکان خورد، همونجا سکوت کردم، بر رفیقای خود گفتم آی رفیقا دست به این خواهر من نزنید که این جای خواهر من میشود. رفیقای من گفت آی رفیق ما چقدر زحمت کشیدیم این دختر را در این بیابان آوردیم، شما باید که دست نزنید. این رفیق نااهلش میخواست که تعرض به این دختر کند. این شخص میگوید من به چاقو این رفیق خود را از پا در آوردم. رفیق دوم ما هم حمله کرد، اون را هم از پا در آوردم. این دوتا نفر را از بین بردم. اون وقت عذرخواهی کردم از این دختر جوان، گفتم ببخشین مرا،
آوردم این دختر را در شهر، آزاد کردم، اما به دل خود گفتم ببه من فاطمه زهرا، من از همینجا توبه میکنم با عقیده خالص. میگوید این شخصم دیگه با نامه های متعدد اعدام این شخصم دو روز یا سه روز بیشتر نمانده، این را اعدامشان را لغو کردم تا مروری زمان این جوان را آزاد کردم از زندان. وقتی که میخواست این جوان از در زندان بیرون بیاید، صدای خود را بلند کرد: آی زندانیا، آی زندانبانها، من آزاد شده زهرا سلام الله علیها هستم. از اینجاست که برادران عزیزان، ما هم پیرو اهل بیت هستیم، عشق و محبت اهل بیت را در قلب خود جا دادیم، جا بدهیم که انشاءالله در روز قیامت جواب سوالها را خود داشته باشیم. نتیجه بحث ما این شد عزیزان که ما از الان مثل کارهایی که روزمره اگر فردا یک کار داشته باشیم در فکرش هستیم، در فکر و قبر و قیامت هم از الان از جوانی بهترین نعمت است که باشیم. اعمال های درست، اون چی که علما و اهل بیت ما انجام میدهد، ما هم را دنبال راه های اونها بوده باشیم. گر نگاهی کند زهرا، درد همه را دوا کند زهرا. پس نتیجه بحث ما همین شد که وقت تمام شده است که انشاءالله از خدا بخواهیم به عمر ما به عمل ما بیفزاید که انشاءالله اون چی که علما ائمه علیه السلام راه را گرفته است، ما هم انشاءالله راه های اونها را بگیریم و عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.